سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیننده های عزیز تلویزیون چراغ محسنین محترم کسای کمی لحظه ما را تعقیب میکنین در برنامه تدریس فیزیولوژی ما دکتر عبد زرداد باز هم در یکی دیگی از برنامه ها خدمت شما قرار دارم برنامه گذشته ما روی موضوع تهیه دیده بودیم طوری که بیان کردیم که یک یا توز داریم طوری که یک حجره پروگرام میشه از قبل وقتی زمانی که ساخته میشه اکتداد جین ها وجود داره این جین ها پروتین هایی را میسازن که او پروتین ها اگر یادتان باشه کسبیز ها نامشان بود این کسپیز ها وقتی که حجره به عمر آخر خودش میرسه فال میشن پروتین های داخل حجره را لایز میگنن و حجره را توری از بین میبرن که حجرات نبور یا به اسلام سایه های دیگیش تخریب نکنن یا ضرر نرسانن فرق ازی با نکروز اینم این چیز بود که در نکروز حجره میپندید میکفید و در اپاپتوزیز حجره چملک میشد در نکروز حجرات اطراف همچنان امکان داشت تخریب شود در حالی که در اپپتوز حجرات نبور تخریب نمیشد نکروز از سبب یک, یک صدمی یا صدمی فیزیکی یا مثلا یک میکروب بیولوژیکی میتونه سبب بی چی شوه؟ ایجاد شوه در حالی که اپاپتوزیس پروگرام شده هست هر وقتی که یک حجره به بدن موتون اوتوم مزر واقع شوه یا عمر خود خورده باشه میره به طرف چی؟ اپاپتوزیس یا س... چی میگنش؟ پروگرام شده مرگ حجروی بایدامی از امو صحبت امروز ما و شما میعیم یک اندازه صحبت میکنیم در مورد چی؟ در مورد کنسر سگونین چه جالب هست کلمه کنسر ما به رنگ سرخ هم نشتش کردیم کلام کلان هم نشته کردیم و اکثرا ما متوجه به یک جمله هستیم کلگی از کلمه کنسر میترسیم و واقعا هم که یک مرض خطرناک هست کنسر یا کلمه سرطان به زبان عادی بگویمش از کلمه چی گرفته شده خرچنگ بدل لذی که یک بار در وجود به وجود میاد به خاطر چی میشه منتشر میشه و میتونه قسمت های مختلفی بدن ما و شما را مصاب ساخته باشم امروز ما و شما بحث ما در مورد فیزیولوژی کنسر هست یعنی ما میخوایم بفهمانم یا تدریس کنم که یک حجره چطور کنسری میشه یا سرطانی میشه حجرات نارمل در بدن ما وجود داره فرق یک حجره نارمل با یک حجره سرطانی چی هست چی چیز باعث میشه که حجره سرطانی شوه و بالاخره کدام افراد مساعد هستن و کدام افراد مساعد نیستن که مثال حجرات چی سرطانی در وجودشان به بیا. در مجموع چیزی که بر ما اینجا ذکر کردم میگه یک خجره زمان سرطانی شده میدانه که در اونجا دو گپ رخ بده گپ اولی که یک میوتیشن با وجود به میوتیشن هم با شما خونده بودیم ویدوهای قبلی را تماشا کنین میوتیشن به وجود به یا که اینجا اوور اکتیویتی به وجود به اوور اکتیویتی به وجود به یعنی فرد فعالیت یا میتونم بگویم امی اوور اکتیویتی را که اب نارمل اکتیویتی در دو حالت خوب توجه بکنین هر وقتی که در یک حجره جین هایش میوتنت میوتیشن در جین واقع شود یا ای هست که یک تعداد جین های مخصوص در داخل حجره اوور اکتیویت شوند یا اب نارمالی اکتیویشن کنند فعالیتشان به شکل غیر نرمال باشن حجرات هم میبرند به طرف چی حجرات کنسروس یا حجرات سرطانی ما در مورد ازی یک اندازگاه که تورچی صحبت میکنم یک نقطه بسیار جالب توجه کنین باز کل گپای خود جمع میکنم طوری که ما در بین حجرات دینی داریم و در داخل دینی یک تعداد چی داریم جین ها داریم که اینا را باز به نام پروتو انکو جین ها میگیم نامش چی میمانیم پروتو انکو جین یا پرو انکو جین ها خوب توجه کنین پروتو انکوجین ها یا پرو انکو جین. اینا چی هستن؟ اینا جین های نارمل هستن در داخل یک هجره اینا جین های نارمل هستن اینا وقتی که فعالیت میکنن شما خو فامین در نتیجه فعال شدن یک جین چی ساخته میشه؟ یک پروتین نارمل ساخته میشه اینا اینی پروتین نارمل هست این پروتین نارمل در بدن ما و شما فعالیت های بدن ما را کنترل میکنه فعالیت بدن چی میکنه کنترل اما جالب کجا هست بعضی اوقات ای هر عاملی که باعث بوده نمیتونم گفته دگه چند گپ هست هر وقتی که نمی پروتان های ما و شما میوتین شوه یعنی دو اون میوتیشن واقع شوه بسار ببخشین میوتین شوه یا ای هست یک موضوع یا ای که امو قصه پیشتر ما و شما اووراکتیو شوند فعالیتشان نسبت به حالت فرد حاصل کنه فرط فعالیت پیشان به وجود به در هر دو حالت اینی پروت انکوجین ها پروتانکوجین ها تبدیل میشه به انکوجین همین پروت انکوجین ها تبدیل میشه به چی؟ انکوجین و بالاخره انکوجین چی هست؟ انکوجین یک جین غیر نارمل هست و این جین حجره را میبره به طرف یک حجره کنسر یا به عبارت ساده تر بگویم یک حجره سرطان مفهوم گپ مرا رسیدیم ما گفتیم کنسر یا سرطان چی هست؟ بحث عمده هر وقتی که در یک جین نارمل بدن یا یک حجره بدن نمیگم هر وقتی که در یک جین نارمل حجره میوتشن واقع شوه یا اونا مو جین نارمل اوور اکتیف شوه یا اب نارملی اکتیف شون در نتیجه حجره میره به طرف یک حجره چی؟ کنسروس یا سرطانی البته کلی جین ها نمیگم یک تعداد جین های مخصوص مثلا در داخل حجرات ما بیان کردیم که پروت انکوجین ها داریم این پروت انکوجین ها جین های نارمل هستند اینا جین نارمل هست و اینا پروتین های نارمل به خاطر فعالیت حجره می سازن. و فعالیت های ها کنترول کنترل میکنه یا حجره را در حالی که هر وقت که می پروت ها میوتن شون میوتیشن درشان واقع شوند یا مثلا اینا اوفراکتیو اکتیو شون در نتیجه این می تبدیل میشه یک ان و این انکوجین یک جین سرطانی هست وقتی که انکوجین بود اینا دیگه پروتین های اب نارمل می نیست و حجره را سوق می تن به طرف چی؟ به طرف ازی که باید بره به طرف یک حجره سرطانی خدا کنه که موضوع را من اینجا رسانده باشم حالی میم در مورد ازی که چطور میره بیان میکنم که مثلا این پروت کوجن ها شما فهمین در داخل یک حجره تعداد کافی پروتان کوجن داریم ما در داخل یک هجره مقدار کافی پروت انکوجن داریم اما این پروت ها همیشه تبدیل به انکوجن نمیشن تا زمینی مساید نباشه تا که زمینی چیره ما برشان نیافیم زمینی مسایده مثلا یه بیان میکنن میگن کسایی که کنسر دارن ها؟ کسایی که سرطان دارن در پیش از اونو افراد بیشتر از صدها خب توجه کنین کسایی که کنسر دارن یا سرطان دارن مثلا سرطان جلد مثلا سرطان خون مثلا سرطان جگر مثلا سرطان استخوان و امثالهم هم در قسمت های مختلفی بدن کسایی که سرطان داشته د دا پیش از اونا بیشتر از صدها دانه پروتانکوجین یا ساده بگویم پروتانکوجین هم نمیگمش پیش از اونا اضافه تر از صدها چیز دیده شده در جینومشان انکوجین ها یعنی میتونم بگویم که اینمی می پروتان کوجین ها مریض را مساعد می به طرف ازی که برن به طرف چی سرطانی یعنی جین های انکوجین در وجودشون ظاهر شون یک چیز بسیار جالب ما یک چیزی که نسبتاً سوال شاید برتان خلق شوه که خب وقتی که ما این پروت ها را کل ما داریم در جینوم خود خی تو کل ما با سرطان مواجه نمیشیم ها دلیلش اینجاست هست در جینوم ما بر علاوه از اینکه پروت انکوجن ها داریم ما آنتی همچنان داریم خب توجه کنین ما همچنان چی داریم آنتی انکوجن داریم آنتی چی معنا تا؟ زد یعنی ما زد همین جین های که داریم اگر یک حجره در بدن ما قابلیت تولید سرطان داره بسیار ببخشین جینش جین یک در مقابل از اون ما انتی انکوجین هم داریم هر وقتی که یک انکوجین فعال میشه به طور مثال اون یک پروتان تبدیل به انکوجین میشه و این انکوجین میخوایه که حجره را ببره به طرف یک حجره سرطانی اینی انکوجین میایه بسیار ببخشین انتی کوجین و اینی انکوجین چی میکنه؟ سپرس میکنه یک یک مکانیزم نرمال است به مو خاطر ای اینی جین هایی که نامشان ها انتی جین میمانند باز اینا را نامشان میمانند تومور تومور سپریسور تومور سپریسور چی جین یعنی جین هایی که کدام چی را سپریس میکنند جین های توموری را یا جین های سرطانی را مفهوم گپ ما را ان رسیده باشین ما اول در اینجا گپای خود جمع میکنم باز تخت را پاک میکنیم میریم حتی ضرور هم نیست پاک کنم اینجا جای کافی داریم توجه بکنین در یک نقطه دیگه سوال در اینجا پیدا میشه که خب وقتی یک حجره سرطانی شد با شکل نارمل به این طور فکر کنین که اینی حجرات اینی جین هایی که در یک حجره وجود داره اینا به شکل نارمل فعالیت نمیکنن فعالیت از اینا کم است یا کم است یا هیچ فعالیت نمیکنن خب اگر فعالیت انتیان کم شد یا این هیچ فعالیت نداشتن اونمو انکوجین هایی که فعال شد این انکوجین ها حجره رو میبره به طرف از که باید تبدیل به حجره سرطانی شود مگم یادتان نره وقتی که یک حجره حجره سرطانی میشه ای می نیست که در بدن سرطان ایجاد کنه در بدن ما و شما سالانه روزانه در ساعت مقدار کافی حجرات سرطانی تولید میشه اما این حجرات سرطانی دوباره زایی میشن جمله برای میرسین این حجرات سرطانی دوباره زایی میشن با کدام میکانیزم ها زایی میشه شما توجه بکنید اول میم در مورد ازی صحبت میکنیم که نه هاف لایفشان کوتا است هاف لایف هم نمیگم نصف عمر خو میبریمش به طرف دوا راستن میبرم به طرف ازی که لایف ها لایف اسپان یا موسط عمر از اینا کوتا است اینا یک نارمل نیست وقتی که حجره تبدیل به اجک حجره چی میشه سرطانی میشه این حجره اجک حجره نیست اگر اجک حجره در بدن ما در روز عمر کنه یک حجره سرطانی در بدن ما سه روز عمر میکنه یعنی طول عمرش کوتاه است خود با خود زایل میشه یک میکانیزم مکانیزم دوو که یعنی دومین عامل که بالاخره این حجره سرطانی در بدن ما موش موش بالاخره چی ایجاد نمیکنه سرطان ایجاد نمیکنه کدام موضوع است شما توجه بکنید یک گوجری سرطانی وقتی که در بدن ما و شما ساخته میشه با واسطه ایمیون سیستم دوباره زایی میشه با واسطه چی زایی میشه؟ ایمیون سیستم همین سیستم چطوری حجره را زایی میکنه یا یک سوال هست شما توجه کنین این یک دانه حجره سرطانی هست این یک حجره است این حجره تبدیل به حجره سرطانی شده اینی داخل حجره است هست این هم دینی و دی دینی به طور مثال اینی یک جین بود و این جین تبدیل شده به آنکوجن پروتان کوجن بود تبدیل به آنکوجن شده آیا این آنکوجن ما و شما آیا پروتین نرمال در بدن می نه پروتین اب نرمال این پروتین اب ای که می چه جالب مثلا یا در داخل حجره یا در سطح حجره پروتینا واقع میشه وقتی که در سطح حجره واقع شد در مقابل سیستم معافیت فعال میشه سیستم معافیت فعال میشه این سیستم معافیت که فعال شد اینجا کدام است به طور مثال در سیستم معافیت چی ساخته میشه انتیبادی بادی یا مثلا تی ها ساخته میشه ان اگر ما و شما زنده بودیم و لکچرهای ما ادامه پیدا کرد ما و شما سیستم ایمیون بسیار وسیع مطالعه میکنیم اینی ایمیون سیستم ما وقتی که فعال شد انتیبادی ها یا حجرات فعال تی هر دوشان می آین بالای ازی ای حجره سرطانی و کوشش می کنند که اینی حجره سرطانی را چی کده باشن از بین این میکانیزم دوم است که نمی سرطان در وجود ظاهر شد یکی دو میکانیزم دیگه چی است بعد از یک وقفی کوتاه براتان بیانش می ده. دوباره خوش آمدید معاصلین عزیز و بیننده های محترم تلویزیون ما بیان کردیم که یک حجری سرطانی وقتی که ایجاد میشه مثلا با کدام میکانیزم در بدن به شکل عادی سرطان ایجاد نمیکنه دو بحث بیان کردم گپ اول چی گفتم گفتم لایف اسپانیا واسط عمر از اینا کوتاه است اینا وقتی که تولد هم میشن یا یک حجره تبدیل به حجره سرطانی میشن یک حجره نرمال اگه در روز عمر کنه اون مثال دو روز یا سه روز عمر میکنه خود با خود زود از بین میره موضوع دوم در مقابل از چی فعال میشه ایمیون سیستم و دلیلش هم گفتم چی هست وقتی که در داخل یک حجره یک پروتان کوجن تبدیل به انکوجن میشه این ان انکوجن پروتین را که میسازه یک پروتین نرمال نیست خیلی پروتین نارمل که نبود سیستم مافیت بدن در مقابل از او اکسل نشان میده یا انتیبادی میسازه یا حجرات فعال تیره میسازن این هر دو می آین بالای حجره سرطانی عمله میکنن و ای حجره سرطانی رو چی میکنن از بین میبرن میکانیزم سوم باز اینجا چی هست؟ البته یک چیز بسیار جالب اگر یک تعداد جین ها در داخل خود حجره سرطانی هم شده باشه خیر است اگر یک تعداد جین ها در داخل حجره سرطانی شده خیر است در حالی که ما و شما یک فیدبک بسیار جالب داریم در حجره فیدبک به این ما را وقتی که اینجا یک دانه ساخته شد حجره یک جین سرطانی ساخته شد این وقتی که با فعالیت شروع میکنه خود حجره یک سیستم چی داره فیدبک داره و اونمو سیستم فیدبک حجره کوشش میکنه که حجره را نه یکده باشه و از فعالیت بندازش خود حجره اجازه نمیتیش که دگه اضافه چی کده باشه فعالیت کده باشه و بحث چارم باز در کجا هست بحث چارم اینجا هست به طور مثال اینی اگر یک دانه حجره هست و این حجره تبدیل شده به یک حجره کنسر یا سرطان این به ایمانا نیست دیگه که یک دانه حجره باید در بدن کنسر تولید کنه حد اقل تعداد زیاد حجرات به اشکال مختلف ضرورت از در داخل یک نز که تبدیل به یک حجره سرطانی شوه تا بتانه در بدن ایجاد کنسر یا سرطانه کرده باشد ما جملات ما جمع کنم باز ادامش میتونم در سلاید بعدی طوری که ما بیان کردیم کنسر یا سرطان زمان یک حجره سرطانی میشه که جینهایش میوتیشن کنه یا یک کوور اکتیویتی یا فرد فعالیت ایجاد شود ده ای حالت ما گفتیم در داخل حجره پروتو انکوجین ها داریم این پروتو ها به شکل نارمل در حجره فعالیت دارن و پروتین های نارمل به خاطر فعالیت های حجره می هر وقتی که این می پروتو ها میوتن شون یک شوند شون در نتیجه اینا تبدیل به انکوجین میشن جین های انکوجین و این جین های انکوجین پروتین های اب نارمل می و هجره را مساید می که بر به طرف کانسری شدن یا سرطانی شدن در حالی که نمی انکوجین ها را ما بیان کردیم این را به خاطر چی گفتیم گفتیم کسایی که سرطان دارن یا کنسر دارن در دا وجود از اونا بیشتر از صدها انکوجین در جینومشان پیدا شده یعنی عاملش انکوجین دریافت کردن ما بیان کردیم که قبول ما در جینوم خود پروتان کوجین داریم که امکان دارد تبدیل به انکوجین شوه در مقابل یک تعداد جین های دیگه داریم که نام از اونها را مانده منتی انکوجین ای انتی انکوجین ها سبب میشن که هر وقتی که یک پروتان کوجین تبدیل به انکوجین شوه ایره دوباره زایی کنه غیر فعال بسازه و نمانش که سرطان ایجاد کنه یک چیز بسیار جالب که بیان کردیم گفتیم اینمی انتیانکو جین ها را نامش هم میمانیم تومور سپریسور جین جین هایی که نمیمانه در بدن تومور یا سرطان ایجاد شد مفهومه رسیدیم آله به شکل نارمل در بدن تعداد کافی حجرات سرطانی تولید میشن اما این حجرات سرطانی خود به خود دوباره زایی میشن چند میکانیزم وجود داره و این حتمی نیست که هر وقت در بدن ما حجرات سرطانی بود ما با سرطان مواجه شویم چهار میکانیزم جالب هست که سبب زیای از یا میشه اول اینا لایف اسپنشان کوتاه هست خودشان زود زایی میشن از بین میرن موضوع دوم موضوع دوم حتی این بیان بیان میکنم موضوع دومی که خود حجرات فیدبک دارن هر وقتی که فعالیت شانب نارمل میشن خود به خود چی میشن اوتولایز میشن اپ, اپ توز میکنن از بین میرن موضوع سومی که اگر یک حجره تبدیل به یک حجره سرطانی میشه مشابه به ای چونی پروتین های در سطح خودش ایجاد میکنه در مقابل از او سیستم معافیت فعال میشه این سیستم معافیت یا انتیبادی یا تی حجرات فعال هم می و در نتیجه سبب زیای از او حجره سرطانی میشه و بحث چهارمی که اگر یک حجره سرطانی در وجود داره دو تا سه تا وجود داره اینا به هیچ صورت قادر به نیستن که تبدیل به سرطان شوند یعنی مکمل یک نزد سرطانی بسازن یک تعداد کافی حجرات نه اینجا ضرورت است با او خاطر اگر چند دانه می باشند اینا به شکل تنایی نمی سو سبب ایجاد سرطان شوند به یکی از میکانیزم های فوق و ذکر سبب چیشان می شند زیایشان می شن و ایجاد سرطان در بدن ما و شما کده نمی حال حالا من می آیم روی یک موضوع دیگه می پیچم که در حجرات سرطانی کدام مکانیزم ها وجود داره و بالاخره کدام عوامل هست که میتونه یک 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 حجری سرطانی را در وجود ما و شما چی کنم مساعد بسازم من یک بحث کوتاره البته رو روی کتابتان بیان میکنم که چی میخوایم بیان کرده باشم یک چیزی گفتن میگن چی چی سبب میشه در بدن ما و شما که یک حجره تبدیل به حجرات چی شما سرطانی اول یک عنوان بسیار جالب میتونم ما شما یک وقت یادتان باشه در ویدیوهای قبلی تماشا بکنین در اونجا ما روی چی صحبت کرده بودیم جنیتیک کنترول آف دی سل باز در اونجا ترانسکریپشن بیان کرده بودیم رپلیکیشن بیان کرده بودیم ترانزلیشن بیان کردیم یعنی موضوع رو بیان کردیم که یک دینی چطور دینی میسازه یک دینی چطور آرنی می سازه و بالاخره وقتی که آرنی ساخته شد چطور از آرنی چی ساخته میشه پروتئین باز یکی از اون نقطه بیان کرده بودیم وقتی که به طور مثال دینه رپلیکیت میشه دینه رپلیکیت میشه یعنی به این معنی که دو چند میشه از دینه دینه ساخته میشه این به این معنی نیست که نکلویتایت ها به شکل همونطور ثابتش به اشاره میتون بسار بباشین زمان در برنامه کدام هست خو خیلی مشابه مثلا این یک دانه دینی هست و از این زنجیر دینی یعنی دینی باید دو دینی شود خیلی به او خاطر که دو دینی شوه، اولی دینی ما و شما چی میشه از وسط باز میشه وقتی که باز شد در مقابل هر نکلیتایدش دوباره یک زنجیر دگه ساخته میشه و یک زنجیر دینی تبدیل به چند زنجیر دینی میشه دو زنجیر مثال اینی ادینین هست تامین هست ادینین هست سیتوسین هست گوانین هست سیتوسین خیلی زنجیر نوی که در مقابل ازی هم در مقابل ازیش ساخته میشه همی ما صحبت دارم خیلی باید نکلیتایده که در مقابل آدنین باید تامین باشه در مقابل عدنین مقابل تامین ادنین باشد، در مقابل ادنین تامین باشد، در مقابل سیتوسین گوانین باشد، در مقابل گوانین سیتوسین باشد و در مقابل سیتوسین هم چی باشه گوانین اینی زنجیر نرمال هست در حالی که اطورا وجود داره که اینجا نکلیوتاید به طور مثال گوانین نبیایا یک نکلیوتاید غلط بیایم به طور مثال اینجا تایمین بیا ما تو گفته بودیم که اگر در مقابل سایتوسین گوانین نبود غلط هست دیگه بخاطر که همیش ادینین با تایمین است و سایتوسین با چی از گوانین خیلی نکلیوتاید جایش چی شده؟ غلط شده یک اصطلاح را تشریح کرده بودم به نام اینجا پروفریدنگ صورت میگیره ایره پروف میکنه ها میخواد ایره بیان کنه که آیا می صحیح هست یا غلط انزایمای بود به نام دین ان ای این انزایمای دی ان ای پلیمریز اینجا پروفریدنگ میکنه و متوجه میشه که نوکلئوتاید نرمال 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 دینی اینی قسمت میبینه که اینی تایمین هست ها نه از امانت کرده از ناحیه تایمین میور داره در مقابل یک نوکلئوتاید دیگه میاره جایگزین میکنه او سیتوسین است در مقابلش چی میاره گوانین ها. یه طور فکر کنین سالانه در بدن ما تریلیون ها دانه حجره ساخته میشه جملی به میرسین سالانه در بدن ما تریلیون ها حجره ساخته میشه و د ای تریلیون ها حجره حداقل میلیون ها میلیون ازی ای از این پروفریدنگ پروفریدینگ خو حتما مسیرش را میکنن چرا جین ها سالم نیست هر وقت که یک حجره تکثر میکنه دینیش باید دو چند شوه دینی که دو شد حتما یک تغییر غیر نارمل وجود داره و این تغییر نارمل غیر نارمل با واسطه پروفریدینگ دوباره اصلاح میشه اما یک تعداد حجرات وجود داره که اینا اصلاح نمیشن از زیر اینمی پروفریدنگ خطا می خورن. که خطا خوردن اینی زنجیر نو که ساخته شده مثال این زنجیر دینی هست مشابه به ای اینی ادینین است، تامین هست سایتوسین است، گوانین هست ادینین است، سیتوسین در مقابل باید تامین باشه ادینین باشه اینی جا که سیتوسین هست گوانین باشه از این تامین آمده اینی جا گوانین سیتوسین تامین گوانین سکنین این اینا ما پاینت میوتیشن میگیم باز در مورد میوتیشن ها انشالله صحبت خواه یک پوینت میوتیشن است در یک جین در یک نقطه شک... یک یک سکونس دی چی کرده یک یک چی بسیار تغییر شکل داره نارمل نیست خیلی یک میوتیشن هست یک میوتیشن هست و هر وقتی که نمی میوتیشن واقع شد و از پروفریدینگ هم خطا خورد یعنی اون مو پلیمریز دی را پیدا کنه کی را اصلاح کنه حجره رفت به طرف یک حجره چی تبدیل شد سرطانی مگر هر وقتی که ای حجره سرطانی میشه با وجود از وام سیستم ما بگویم که سالانه سالانه در بدن ما اونمو تریلیون ها حجری که ساخته میشه دی جمله شاید چندین میلیونی ازی توجه میکنین شاید چندین میلیونی ازی حتی از گیر پروفریدنگ هم خطا خورده باشد تبدیل به یک سرطانی شوند مگه میاد می نیست که ما باز هم سرطان ایجاد کنیم چی میشه همون چهار مکانیزم را که تشریح کردم یا خودش پروگرام سل دت میشه اپاپتوز میکنه یا میون سیستم از بینش میبره یا حجرات به حد کافی وجود نداره سرطانی که سبب ایجاد چی شون سرطان شون. حالا سوال پیدا میشه که خوب استاد خب این ببینیم که در پیش کدام افراد زیادتر مساعد است که یک تبدیل به یک سرطانی شود قبول حجرات سرطانی خوال فهمیدی که به شکل نارمل در بدن تولید میشه اما چی وقتی حجرات سرطانی میتونه ایجاد سرطان کنه سوال پیدا میشه ای که چی وقت حجرات سرطانی تبدیل به یک سرطانی میشن یک کلکشن میکنن و در بدن ما و شما سرطان ایجاد میکنن از که وقت برنامه تمام از و همکار اشاره میکنن که وقت پوره است از. ادامه ازیره در برنامه بعدی تماشا کنید تا برنامه بعدی الله حافظ و نگهدارتان